روزی روزگاری گروه‌های کوچکی از مردم در طایفه‌های گوناگون دور هم جمع شدند. آنها از طوایف به قبائل، از قبائل به شهرها، از شهرها به امپراتوری‌ها و ملل گوناگون تبدیل شدند تا اینکه سرانجام و تنها پس از هزاران سال تکامل بود که جوامع انسانی توانستند در چارچوب نهادهای جهانی با یکدیگر ترکیب شوند. بعد از تشکیل سازمان ملل، رهبران دنیای پس از جنگ بر این باور شدند که قادرند تا نوع بشر را از فجایعی که میتواند سبب نابودی انسانها شود محافظت نمایند. با به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی که به جهت مقابله با مشکلات فراملی ایجاد شده بودند، افراد بیشتر و بیشتری به این فکر افتادند که شاید روند طبیعی توسعه انسان‌ها شامل الگویی از نحوه دستیابی به سطوح متوالی وحدت و یکپارچگی باشد. پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و علمی که در طی یک قرن گذشته رخ داده، درها را به سوی گامی بزرگ در جهت تکامل طبیعی انسان در این سیاره باز کرده و نمایانگر مفاهیمی برای رفع عملی مشکلات نوع بشر است. به نظر بسیاری از محققان و متفکران معاصر، از جمله پزشک سوئدی دکتر هانس روسلینگ، بشریت دو جنگ بزرگ جهانگیر را پشت سر گذاشته است و به کمک علم و تکنولوژی سالمتر و ثروتمندتر از قبل گشته است. این منابع ابزار لازم برای اداره زندگی پیچیده در یک جامعه جهانی به هم پیوسته را فراهم می‌سازد. به نحو تناقض‌آمیزی همچنان موانعی وجود دارد. تردیدها، تصورات غلط، تعصبات، سوءظن‌ها و منفعت طلبی فردی بر روابط بین ملل و افراد بر یکدیگر تأثیرات زیادی گذاشته است. یکی دیگر از بزرگترین تناقضات این است که سرسخت‌ترین دشمنان امروز روزگاری اجزای یک ملت واحد بودند. برای نمونه میتوان به روسیه و اوکراین، کره شمالی و جنوبی، هند و پاکستان و چین و تایوان اشاره کرد. در واقع مللی که زمانی با پیوندهای محکم خیشاوندی به هم گره خورده بودند، اکنون به صورت دشمنان قسم خورده در آمدند که قادر به جنگ با یکدیگرند. همزمان مللی که در گذشته به دلیل دشمنی و خونریزی از یکدیگر دور شده بودند، اکنون تحت عنوان اتحادیه اروپا متحد شده و در صلح و رفاه نسبی به سر می‌برند. ایرادات وارده بر نظام جهان به قدری روشن است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. ناتوانی کشورهای مستقل عضو سازمان ملل متحد در جلوگیری از خطر وقوع جنگ عالمگیری دیگر و نیز ممانعت از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی برای همگان واضح است. در واقع خشونت و جدال مشخصه نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ما شده و بسیاری را به سوی این باور کشانده که این طرز رفتار در ذات انسان نهفته است و ریشه‌کنی آن غیر ممکن به نظر می‌آید. تثبیت این دیدگاه تضاد فلج کننده ای را در جامعه انسانی به وجود آورده است. از یک سو ملل جهان آمادگی و حتی اشتیاق مفرط خود را برای برقراری صلح و عدالت اجتماعی اعلام می کنند و از طرف دیگر موافقت ضمنی خیش را با ایده اصلاح ناپذیری نوع انسان و خشونت ذاتی، خودخواهی و ناتوانی او در برپایی یک نظام اجتماعی جهانی که مترقی، صلح‌جویانه، پویا و هماهنگ باشد، ابراز می‌دارد. نظامی که در عین آن که به خلاقیت و ابتکارات فردی میدان می‌دهد، مبتنی بر همکاری و تعامل متقابل و جمعی است. هرچه نیاز به صلح ضروری‌تر می‌شود، این تضاد اساسی آشکارتر می‌گردد. قرن‌ها بود که انسان‌ها برده‌داری را به عنوان نتیجه طبیعی برتری فرضی یک نژاد یا یک مذهب بر دیگران پذیرفته بودند. اما اکنون نادرستی این فرضیه به اثبات رسیده و برده‌داری به عنوان جنایتی هولناک علیه نوع بشر تلقی می‌گردد. همینطور هنگام بروز درگیری بین کشورها، جنگ به عنوان آخرین راه چاره دیده می شود. اما این رفتار به دور از سرشت ذاتی بشر بوده و تنها بیانگر پست‌ترین تراوشات روح انسانی و شکل منسوخ شده ای از روابط بین انسان هاست. برای درک بهتر وضعیت موجود باید ریشه ایده هایی را که حامی جنگ بوده و از آن به عنوان بخشی از زندگی انسان ها یاد می کنند به دقت بررسی نمود.
متفکران با نفوذی که عقایدشان به شکلگیری دنیای مدرن کمک کرده، نه تنها درک تاریخی محدودی از واقعیات داشتند، بلکه نظراتشان نیز به نحوی گسترده، ساده انگاشته یا سوء تعبیر شده است. بر طبق برخی از باورهای مذهبی، نوزادان زاده گناهند. اقتصاددان معروف انگلیسی جان لاک معتقد بود که نوزادان به سان تبیول رازا یا لوحی سفید متولد می شوند که تمایل ناچیزی به دلبستگی های مادی دارند. آدام سمیت عقیده داشت که نوزادان خود مختارند و با انگیزه پیروی از منافع شخصی به این دنیا می آیند. جرمی بنثام بر این باور بود که نوزادان با میل دوری از درد و جستجوی لذت به دنیا می آیند که این احساسات ناشی از تمایلات منفعت طلبانه آنهاست. چارلز داروین معتقد بود که مقصد اصلی از زندگی تنازع بقاست و بعدها زیگموند فروید بیان کرد که ما انسان‌ها با اشتهای جنسی سیری ناپذیری متولد می‌شویم و هر آنچه را که در زندگی انجام می‌دهیم حول محور سازگاری با این غریزه است. اما تجربه نشان داده است که تکرار مداوم این افکار و باورها موجی از منفعت طلبی، خودکامگی و ماده پرستی را به دنبال داشته است. متفکران بعدی این نظریات را زیر سوال بردند، تغییر دادند و یا حتی آنها را منسوخ کردند. اما در نظر کسانی که افکاری متحجر دارند، این آرا هنوز صدق می کنند. نام‌آورانی نظیر الینور آستروم، اینشتین، آدورنو، فروم، کارل راجرز، ادوارد لورنس، فریتیوف کاپرا، رابرت رایت، استیون پینکر، کن ویلبر و یورگن هابرماس به همراه بسیاران دیگر ثابت کردند که واقعیت بسیار پیچیده‌تر و ظریف‌تر است. چنانچه سیر تاریخ و تجربیات روزانه به اثبات رسانده، انسان‌ها توانایی زیادی برای خوبی یا بدی کردن دارند و ما به شدت نیازمند گسترش قوه مثبت در سیارمان هستیم. در نتیجه ناکارآمدی این درک منسوخ از ماهیت انسان، سه باور افسانه‌ای که عقاید تعصب‌آمیز امروزی هستند، تبدیل به بخشی از فرهنگ ما شدند. افسانه نخست نوع بشر را ذاتاً خودخواه، پرخاشگر و رقابت طلب تعریف کرده و علارغم آنکه نادرستی آن بر اساس اصول فلسفی و تمام علوم اجتماعی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و انسانشناسی به اثبات رسیده، همچنان به صورت گسترده پذیرفته می شود. اسطوره دوم این است که بهترین محرک کمال، خلاقیت و بهره‌وری رقابت برای نفع شخصی است. باور سوم اینکه نفس رقابت سبب پیشرفت است. ولی اگر راهی دیگر برای بررسی انگیزه های بشری وجود داشته باشد چه؟ نگرشی که تعریفی صادقانه تر و مفیدتر از ماهیت انسان ارائه دهد. به عنوان مثال بیایید یک رویداد معاصر را بررسی کنیم. داستان تولید واکسن کرونا. در حالی که کل سیاره ما به دلیل یک ویروس ناشناخته از حرکت ایستاده بود، پژوهشگران ده‌ها دانشگاه و آزمایشگاه در سراسر جهان تصمیم گرفتند تا در بزرگترین همکاری علمی تاریخ دست به دست هم داده و به دنبال پادزهر بگردند. در نتیجه، فرایندی که معمولاً بین 8 تا 10 سال به طول می‌انجامید، تنها در 18 ماه به ثمر رسید. در اصل معجزه‌ای را که شاهد آن بودیم حاصل رقابت نبود، بلکه ثمره همکاری و مشارکت متقابل بود. اما سوال مهم دیگری که هنوز باقی می‌ماند این است که آیا رفاه اجتماعی، آسایش و سلامت و یا بالعکس بی‌عدالتی و رنج و بدبختی گسترده در جهان امروز صرفاً از نتایج علم است و یا عواملی دیگر نیز در این میان نقش دارند؟ آیا ارزش‌ها و باورهای معنوی امروزی نوع انسان را به سوی عدالت، صلح و توازن رهنمون می‌سازد؟ اگر برخی از افسانه‌های قدیمی منسوخ شده و دیگر قادر به انعکاس واقعیت نیستند، چه باورهای جدیدی می‌توانند روند فکری این هزاره جدید را تجسم بخشند؟ به گفته جوزف کمبل، اسطوره جمعی جدیدی به تدریج در سراسر جهان در حال ظهور است. روایت تازه‌ای که برای ناظر بی‌طرف بیشتر قابل قبول است. داستانی که همه ملل، نژادها و مذاهب را بخشی از یک فرایند همگام و مشترک در تکامل نوع بشر می‌داند. سرآغاز این اسطوره جدید را می‌توان در قرن 19 و در سرزمین ایران یافت.
در اواخر سده 1800 میلادی نجیب زاده ای به نام بهاءالله اعلام کرد که عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن. بهاءالله بارها و بارها تأکید کرد که همگی ادیان از یک منبع واحد الهام گرفتند. همینطور همه انسان‌ها برگ‌های یک شاخسار، میوه‌های یک درخت و امواج یک دریا محسوبند. به فرموده او، نوع انسان ذاتاً شریف خلق شده و با هدف کسب فضائل و در جهت ایجاد تمدنی همیشه در حال پیشرفت آفریده شده است. این بر عهده ماست که با انتخاب‌های بجا و درست، جهانی متحد و صلح‌جو، متنوع و همگون، دارای رفاه و عدالت را ساخته و در آن کاملترین شکل تمدن مادی و معنوی را مستقر سازیم. هدف نهایی عدالت، ظهور وحدت، صلح و رفاه در بین کل ساکنین کره زمین است.